در ادامه نبردهای نفذگیر میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان، مقام‌های بادغیس از آتش‌بس میان جنگجویان طالب و نیروهای افغان در این ولایت خبر داده است. والی بادغیس میگوید این آتش‌بس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه با پادرمیانی بزرگان قم و مجسفیدان آغاز شده است، اما روشن نساخته که این آتش‌بس تا چه زمان ادامه خواهد داشت. همانطوری که ما آتش‌بس را پذیرفتیم، انتظار داریم که گروه طالبان هم به تعهدات و قول و قراری که دادن پایبند باقی بمانند. آتش‌بس برقرار شده که ما تقریبا شاهد جنگ نیستیم و هیچ نوع فیری از هیچ جنایی علیه هم دیگر صورت نمیگیره. در این میان ولایت‌های کندهار، هلمند، زابل، غزنی، تخار، فاریاب و جوزجان در شبانه روز گذشته گواه نبردهای سنگین بوده است. در کندهار منابع از رسیدن نبردها به داخل شهر خبر میدهند. سپین بولدک بارها میان نیروهای افغان و جنگجویان طالب دست به دست شده. منابع محلی از جان باختن 6 غیر نظامی و زخمی شدن 9 تن دیگر در ولایت کندهار خبر دادند. سپین بولدک ولسوالی د طالبان په لاس کې تیر ورځ پر ولسوالی باندې برید کړی و طالبانو، چې په نتیجه کې هغه لاس لویدلې ده او هلته طالبانو او هم خلکو بیا د امنیتي ځواکونو پر کورونا هم چور کړی دي. در این میان نیروهای دولتی ولسوالی چقانسر نیمروز را از طالبان پس گرفتن. در غسنی ولسوالی های ناهور و جاغری و همه های شهر این ولایت نیز از چندین روز به این سو گواه نبرد ها بوده است. متاسفانه در حدود 50% شهر غزنی را از اختیار حکومت محلی ما متاسفانه بیرون شده. از سوی دیگر والیان ولایت های لغمان و بغلان از پیشروی های نیروهای دولتی در این ولایت ها خبر دادند. از سوی هم امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در برگه فیسبوکش نوشته است شمار از سربازانی که به گروه طالبان تسلیم شده بودند و به همکاری این گروه قصد فرار به پاکستان را داشتند بازداشت شدند.